شبد که ولایت مختار کوهستان بدخشان نقشه دعوت به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان را در یک روز با صفت بلند اجرا می نماید. به مناسبت انجام این مرکه مهم سیاسی در مرکز ولایت شهر خوروغ چاربینی تنتنوی گسیل دعوشوندگان براه پیمایی ایدانه زیر نوای ارکستر نفسی از میدان اسماعیل سامانی تا باغ فرهنگی فراغتی شهر خوروغ با اشتراک بیش از 6000 نفر دایر گردید. نقشه دعوت نوبتی جوان پسران به صف قواهای مسلح بیش از 100% را تشکیل داده، دعوشوندگان رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزانباد علیشهر خدابردی به خاطر جانبداری از سیاست پیشرفته پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تبریک و مبارکباد نموده، آنها را برای ادای خدمت صادقانه به خلق و وطن دعوت نمود. خدمت به وطن مادر قرض فرزندی و ایمانی وجدانی هر یک فردی با ننگ و ناموس جامعه بوده، مکتبی بزرگ جسارت و شجاعت و وطنداری به حساب می رود. باعث افتخار و سرفرازی است که جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان در برابر رادمردان دیگر منطقه های مملکت اختیارا به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل گردیده در حمایه مرز و بوم و تامین یک پارچگی مملکت سهم می گذارند که این از حس بلند وطن دوستی و افتخار ملی آنها شهادت می دهد. در همه شهر و نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان جمعومد تنتنوی روز دعوت شونده برگزار گردید. مراسم ایدانه سفربرسازی جوان پسران ولایت مختار کوهستان بدخشان در فضای متنتن روز 1 اپریل سال روان از میدان اسماعیل سامانی آغاز گردیده در باغ فرهنگ و فراغتی چهارباغ شهر خوروغ ادامه نمود. در مراسم سفربرکنی جوان پسران ولایت به خدمت حربی سابقه داران مهنت و پدر و مادران با شعر و آوازه های ترنم کننده آرمان های اجدادی و گرامی داشت ارزش های والای انسانی و صداقت به این خاک و به این سرزمین اشتراک کردند. باید گفت که در سمت جلب جوانان به خدمت حربی در صف قواهای مسلح از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان علل خصوص اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همساله تدبیرهای زیاد راه اندازی و تدبیر کرده می شود که ضمن عیادت والدین هر یک پدر و مادر از آن به خوبی آگاه می باشد. برای نسل جوان یکی از مهمترین مکتب تربیه و آب و تاب بدن این خدمت در صف قواهای مسلح دانسته می شود، چون که ثبات و آرامی کشور و حمایه مرز و بوم سرزمین اجدادی از جوانان چالاک و هوشیار وابستگی کلان دارد. از این لحاظ هر یک جوان همت بلندی زاده استقلال مهن باید قرض شهروندی خود را در نزد دولت و ملت با خدمت صادقانه و رفتار نمونوی برای تامین ثبات کامل تاجیکستان روانه سازد. من از آرابک و شهریار چمپیون جمهوری تاجیکستان آید به گوشتنی سمبا با اختیار خدا می خواهم به کلوب ورزشی سیزکای قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت مادر وطن را ادا نموده، اینچنین تمرین خود را ادامه نموده در مسابقه های بین المللی پرچم عزیز خود را بلند بردارم. بعد ملاقات سرفرماندهی عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان ژنرال ارتش محترم امام علی رحمان با فعالان ولایت ماه اوگوست سال 2021 ثابت گردید که جوانان شهر و نواحی ولایت در اجرای رسالت وطنداری استوار بوده، مراتبه هشتم است که در مقیاس جمهوری اولین شده از اجرای نقشه دعوت بهاری با سربلندی مژده میدهند. کمیسیه ولایت مختار کوهستان بدخشان اوید دعوت شهروندان به خدمت حربی معلوم می نماید که صبح امروز جوان پسران ولایت مختار کوهستان بدخشان با کمیسیه تیبی فعالانه خودیختارانه آمده حاضر شده نقشه دعوت را پورا اجرا نمودیم. در مجموع در ولایت مختار کوهستان بدخشان نقشه دعوت 102% اجرا گردید. این از آن شهادت می‌دهد که جوان پسران ولایت مختار کوهستان بدخشان با پیروی از سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان آماده هستند که بهر خدمت وطن مادر حفظ مرز و بوم تاجیکستان عزیز حمایت نمایند. جوانان ولایت با اقدام شایسته خود برای دیگر جوان پسران مملکت نمونه عالی انسان دوستی و مهم پرستی خود را دوام چند سال آخر اثبات نموده در هر یک دعوت بهاری و تیرماهی جهت اجرای بیچون و چرای فرمان سرفرمانده عالی قواهای مسلح مملکت ژنرال ارتش محترم امام علی رحمان اختیارا سفربر میگردند. من مادر نو دعوت شده افتخار از آن دارم که جگربند من در برابر دیگر جوانان حیون بدخشان امروز به صف قواهای مسلح برای خدمت به دولت و پیشوای معظم مملکت می رود.
من افتخار دارم که چنین فرزندی سربلند دارم. در جمعومد تنتنوی سفربرسازی جوانان ولایت به صف قواهای مسلح مملکت، ساکنان شهر و نایه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان با مهر به اندازه اشتراک و با جوانان تهمتند راه سفید و خدمت بابرا را تمنا نمودند که در اصل به خود شکوه و شامت خاصه را کسب نمود. رابریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزان آباد علیشهر خدایبردی فرزندان با آر و ناموس و پرچمبرداران این سرزمین را که از تحت دل برای ادای قرض وجدانی خود در نزد وطن مادر اختیارا خدمت حربی را پیشه کار خود نمودند، سپاس بی‌پایان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان را به والدین اختیاریان بیان کرد. با شکرگزاری از فضای آرام و آسوده وطن عزیز و محبوب، ثبات و وحدت کامل ملی و روند وسعت یابنده آبادانی و سازندگی ذکر نمود که یکی از رکنها و عاملهای مهم چنین فضای آباد و آسایشته محض موجودیت قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان می باشد. انوز در سالهای اول استقلالیت دولتی روبریت عالی مملکت جهت تحسیس این نهروی بزرگ و با اعتماد چاره‌های تأخیر ناپذیر اندیشید. در این جاده سهم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای محظم ملت پرزیدنت مملکت جناب عالی محترم امام علی رحمان را باید مخصوص تاکید نمود، زیرا ماز با دستور و هدایت های عاقلانه و دوراندیشانه رهبر دولت زمینه های مستحکم مادی و مالیوی و تجهیزاتی قواه های مسلح در آن دوره دشوار تاریخ دولتداری نوین تاجیکان گذاشته شد. توسط زحمت های خسته ناپذیر پیشوای محظم ملت پایدیوار تعلیمی و کادری کل جزتوان های قوه های مسلح مستحکم گردید. امروز با باوری کامل میتوان گفت که قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان آماده هستند، قادر هستند که دستاورد های استقلالیت، مرز و بوم مملکت، تاریخ، فرهنگ و ورزش های والای ملی را از همه گونه خطرها محافظت نمویند. یکی از راه های در سطح ضروری نگاه داشتن اقتدار مدافعوی مملکت این تعلیم و تربیه شهروندان علل خصوص نسل جوان آن به شمار می رود. علکی در زمان صاحب استقلالی از آرها جوان پسر دلیر و شجاع وطن این مکتب مردانگی را با سر بلند گذاشته وظیفه مقدس شهروندی را در نزد مادر وطن اجرا نموده دانش و ملکه نو و مهارت حربی را از خود نمودند. حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد تامین اجتماعی ایحت شخصی همه ساله تدبیرهای مشخص اندیشیده برای آنها امتیازهای زیاد را جاری می نماید. با قانون جمهوری تاجیکستان در باره عهده‌داری حربی و خدمت حربی و دیگر قانونهای صحوی تغییر و اضافه های ضروری وارد گردیدند که می توان آنها را مرحله نو در رشد و تحکیم ارتش ملی نام برد. در قسمه حربی امروز تمام شرایط ها برای ادای خدمت حربی مهیا بوده، سربازان امکانیت دارند کسبای گوناگون را از خود نمایند که در ایات منبعشان به کار خواهد آمد. آموزش وسیع زبان، تاریخ و فرهنگ ملت تاجیک در سرشت آنها هویت ملی و وطن دوستی را مستحکم نموده، آنها از لحاظ روانی و معنوی همچون شخصیت به کمال رسیده تربیت می‌یابند. شناسایی با برادران از دیگر منطقه‌ها، دستی کمک دراز نمودن ضمن ادای خدمت و دیگر مناسبت‌های حسنه به تحکیم و وحدت برادری مساعدت نموده روحیه امگرایی ملی را تحکیم می‌بخشند. چنانکه پیشترم قید نموده بودیم،
خدمت در صف قواهای مصالح جمهوری تاجیکستان مکتب تشکل شخصیت و جوانمردی بوده. پس از ادای خدمت سربازان چون شهروندی از همه جهت پخته و آماده به حیات جمعیتی وارد می‌گردند.